بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. جانان روان فالأرمان نوتا غم في مدينة كي جبرائيل خيجي آسمان نوتا تورا دنيا تورا. جانان روان فالأرمان نوتا غم في مدينة كي جبرائيل خيجي آسمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الدرس پنجم معنای دین اسلام است. معنای دو کلمه شهادت، یعنی دو جمله شهادت، فضیلت توحید الله متعال و همچنان معنای محمد رسول الله برای ما و شما ذکر کرده شد که چه قسم اطاعت پیامبر شده میتانه و تحقیق تصدیق محمد رسول الله کی آمده میتانه. در اینجا بیان دین اسلام یا مفهومش برای ما میکنه که دین اسلام چی را میگه، دین اسلام عبارت از چی است. مؤلف رحمه الله از آیات کتاب الله متعال جمع‌آوری کرده مقصد یا هدف دین اسلام بیان میکنه که اسلام کدام دین است و مفهومش چی است و این دین چی برتری بالای ادیان دیگر داره. از او خاطر در اینجا شروع میکنه به بیان کردن مقصد اسلام که اسلام کدام دین است. اول استدلال میکنه از آیه 19 سوره آل عمران. الله تبارک و تعالی می فرماید ان الدین عند الله الاسلام، همان دین در پیشگاه الله جل جلاله اسلام است، یعنی او نظامی که پسندیده و معتبر به نزد الله متعال است او عبارت از اسلام است. قبل از اینکه ما اسلام بدانیم دین بدانیم، دین عبارت از او نظام یا آیینی است که انسان در زندگی خود از او پیروی بکنه. ای شامل سی چیز است: اسلام، ایمان، احسان، که در حدیث جبرئیل امین بر ما و شما تشریح شده. زمانی که جبرئیل امین آمد از پیغمبر علیه السلام سوال کرد، اول سوال از اسلام کرده بود، بعد از او سوال از ایمان کرد، بعد از او سوال از احسان کرد، در ضمن سوال در مورد خود قیامت که پیغمبر علیه السلام جواب منفی داده، بعد از او از علائم قیامت کرده. اما چند روزی دیگری که عمر رضی الله عنه می فرمه، پیغمبر علیه السلام مرا گیر کرد، یعنی برای ما گفت که شخصی را که آمده بود سوال کرد شناختی؟ ما گفتیم که الله و رسولش می دانه. گفت هذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. این جبریل امین بود، آمده بود برای از اینکه شما را تعلیم دین بده. معلوم شد که مجموعه اسلام و ایمان و احسان عبارت از دین است. پس دین عبارت از یک نظام و آیینی که جمع شده است، مرکب شده است از اسلام، از ایمان و از احسان. اسلام عبارت از تسلیمی ظاهری را میگه. از او خاطر در حدیث جبریل هم تشریح شده که شهادت اردو شهادت است و بعد از او اقامه نماز است، ادای زکات است، گرفتن روزه است و ادا کردن حج است. اما ایمان تعلق به امر باطن داره، به عقیده داره که او شش رکن داره: ایمان به الله، ایمان به ملائک الله، ایمان به کتابای الله، ایمان به پیغمبران الله، ایمان به تقدیر الله و ایمان به روز آخرت. این شش رکن برای ایمان است که تعلق به عقیده داره. احسان انجام امی عبادتهای الله را به وجه درستش که خالص برای الله متعال باشه و او را به او کیفیت به سر برسانی که مثل که رسول الله صلی الله علیه وسلم رسانیده، ای را به نام احسان یاد میکنه. مجموعه ارسی چیز به نام دین یاد میکنه.
پس هیچ ملت یا هیچ گروهی در دنیا تیر نشده که یک دین نداشته باشد. یعنی آن چیزی که یا از پیشش پیروی میکنه حتما داره. شما در دنیا هیچ کسی را پیدا نمیکنه، حتی کسایی که از وجود الله منکر است و هم برای خود دین داره، ماده پرستا، کسایی که ماده را پرستش میکنه و اون از اونمو پیروی میکنه، معتقد به اونمو گپ است. حالی دمی نظام هایی که مردم از پیش پیروی میکنه کدام نظام پسندیده و معتبر به نزد الله متعال است؟ در این آیت الله متعال میفرماید که دین پسندیده و نظام پسندیده که مردم باید از او پیروی بکنه و تنها اسلام است. مفهوم اسلام چیست؟ تسلیم شدن به الله، مکمل خود سپردن برای الله متعال. این اینجا است که اصلا اسلام دین کلی انبیاء علیهم السلام بوده. هر پیغمبر که آمده دینشان اسلام بوده. اما نام مجموعه شریعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسلام گذاشته شد، یعنی احکامی که در اینجا عملی میشه ایران به نام اسلام نامیده شده. چرا؟ آمدن انبیاء علیهم السلام به مراحل مختلف به منزلی صنفاست که یک صنف، صنف دیگه تا که در صنف نهایی برسه و امو درجه عالی مستوی علمی خود کسی اخذ میکنه، اید امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و آخری استاد عزیز رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نام این نظام یا اینمی معتقداتی که ما از او پیروی میکنیم، احکامی که او را ما در سر میرسانیم، اسلام نامیده شده. چرا؟ به خاطر که سر تا سر خود تسلیم کردن به الله است، که به الله خود تسلیم کنی. الله تو را فرمان داده که اطاعت از پیغمبرم بکن. از امو خاطر کل دین ما خلاصه میشه به ای که ما عبادت خالص الله را بکنیم و پیروی خالص از رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنیم. اینجا دی آیت که مؤلف رحمه الله آورده استدلال به ای میکنه که اسلام چی را میگه. در آیت معلوم میشه که به نزد الله نظامی که تابعداریش لازم از سری مردم تسلیم شدن است. پس اسلام معنایش تسلیم شدن است. خدا بسپار، عقل نجنگانی، اینطور نکنی آرا و نظریات و شبهات کسی را در برابر احکام الله متعال در تقابل واقع نکنی که باز بگوی ای چطور میشه ای چطور میشه. نه، تو مکمل تسلیم به کیستی؟ به نظام الله متعال. و می فرماید آلی امی که ای آیت است، این دین عند الله الاسلام، ای را کی گفته الله متعال؟ وقتی که اینمین قبل ازی شهادت ذکر کرده، شاید گواهی خود ذکر کرده، گواهی ملائکه ذکر کرده و اولو العلم ذکر کرده، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. الله شاهدی خود بالای توحیدی خود ذکر میکنه، شاهدی ملائکه خود ذکر میکنه، شاهدی علما را ذکر میکنه که بزرگترین شهادت است. یکی از جمله فضیلت های عقیده توحید یا توحید اینمیسته که سری توحید الله خود شاهدی داده، لا اله الا هو العزیز الحکیم، نیست معبود بر حق قابل پرستش و بندگی غیر از الله متعال کسی دیگری هم. چرا که الله زبردست ذات است، میتوانه قهرن و جبرن کل لگیر منقاد به نظام خود به توحید خود بسازه، اما حکیم است. چرا دو صورت با جبر می آمد؟ منزله و مرتبه و مقام کسی نمایان نمیشد. نمایان خو مرتبه و مقام وقتی میشه که انسان اختیار داشته باشه که کدام را تعقیب میکنی و چه قسم تعقیب میکنی. بعد از او الله متعال میگه که ان الدین عند الله الاسلام. زمانی که معلوم شد که توحید یکی از جمله اساس نظام الله متعال است، آلی میگه که مهمترین نظام یا پسندترین نظام به نزد الله متعال اسلام است. پس از او باز الله متعال حالات اهل کتاب بیان میکنه که و مختلف الذین اوتوا الکتاب، اختلاف نکردن کسانی که برشان کتاب داده شده، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر پس از این که علم برشان آمده بود، حاصل شد که کدام نظام به نزد الله معتبر است. پس لایق خوی بود که وقت اسلام آمد کلی از یا مکمل پیروی از اسلام میکرد، خود تسلیم میکرد. حکم الله آمد، پیغمبر جدید آمد، با شریعت جدید آمد، خود تسلیم میکردن. لیکن یا تسلیم نشودن. چرا تسلیم نشودن؟ نقبول کردن دو را یا دو وجه داره. یک وجهش جهالت است، نادانی. حقیقت یک شهر درک نمی کنی، بعد از او تو نمیپذیری، قبول نمی کنی. و یکی نپذیرفتن یک شای از روی عناد و ضد است. میفهمی که این چیز حقیقت داره، واقعیت داره، اما از روی ضد،
از روی حسد، از روی تعصبی که تو داری او را نمیپذیری. اهل کتاب چون صاحب کتاب بودن، در کتابایشان اهمیت نظام اسلام یا او نظامی که الله متعال او مورد قبولش است توسط انبیاء علیهم السلام برایشان بیان شده بود، در کتابایشان موجود بود. آمدن پیغمبر از همه کرده مناسب و اولتر برای از وا، اولاتر برای از وا بود که میپذیرفتند، چرا که آشنایی با دین داشتند. اما اینجا حسد یا تعصب پرده بود که پیش روی حقیقت آویزان شد، این مردم انکار با کرد. قرآن خودش میگه که و مختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، پس از اینکه علم برشان آمد یا اختلاف کردن. چرا اختلاف کردن؟ بغیم بینهم، به خاطر سرکشی در بین خودشان، تعصبی داشت، ضدیتی داشت، از او خاطر انکار کرد. و من یکفر بی آیات الله فإن الله چیست؟ کسی که انکار به الله میکنه، الله فإن الله سریع الحساب، الله متعال جلد حساب کننده است. آیاتای الله را، نشانه های قدرت الله را، توحید الله را میدانه، بازم سرکشی میکنه. به هر ترتیب اینجا منظور ایستا که الله متعال امی اهل کتاب مزامتش بیان میکنه که اسباب علم برشان حاصل بود، لایق خوی بود که اول به این نظام وامی پیوستند، اولین انصار یا معاونین یا تصدیق کننده پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا می بودن. اما تعصب و حسد مانی قبول شدن امی نظام شده. دین اینجا معلوم شد که اسلام به معنای تسلیمی است، یا تسلیم نشدن. و نظامی که الله توسط پیغمبری خود رسول الله صلی الله علیه وسلم روان کرد به او تسلیم نشدن. معلوم شد که دین عبارت از تسلیم شدن است، از این معلوم میشه. در دیگه و می فرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، کسی که غیر از اسلام دین دیگری را طلب میکنه هرگز از او قبول کردن نمیشه. خب وقتی قبول نمیشه، خیر کی را قبول میکنه؟ کدام دینه؟ و هو فی الاخره من الخاسرین، دینای دیگره، دینایی که خود ساخته خودشان است یا دینای محرف که از زمان سابق برشان باقی مانده از او پیروی میکنه. اما دین جدیدی که استوار و استدلال و منطق است و دلایل است، ای را پیروی نمیکنه. الله متعال سرنوشت امچو مردمی که امچو دین ترک میکنه میگه که و هو فی الاخره من الخاسرین، اینمی طور آدم که نظام و آیین اسلام ترک میکنه، خود تسلیم نظام الله نمیکنه، این مردم در آخرت خیلی تاوانیسته. در اینجا الله متعال که میگه و من یبتغی، اصلا قبل از این مسائل اهل کتاب ذکر میکنه و عقیده مؤمن واقعی را ذکر میکنه که به تمام انبیاء علیهم الصلاة و السلام ایمان داره. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ماتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم، به کلگی کدام کتابی که داده شده به کلش ما ایمان داریم، بالای همه پیغمبران ایمان داریم. چرا؟ به خاطر که دینی که الله روان کرد از آدم علیه السلام تا امروز کلش دین اسلام بوده، یعنی امید دین بوده که تسلیم شدن به آیین و نظام الله، به قانون الله تسلیم شدن بود. فرق در بین ای انبیاء علیهم السلام نبوده، هر کدام دعوت داده به سوی توحید الله متعال، تسلیمی به احکام الله و پیروی از روش پیغمبرانشان. این را کلی پیغمبرا چی کرده؟ بیان کرده. لا نفرق بین احد منهم، در بین پیغمبرا ما کدام تفرقه نم، تفاوت قائل نیستیم. نعوذ بالله که یکیش یک قسم دین داشته باشه دیگهش دیگه قسم، نه، دین یک قسم دین بوده، کلیشان فقط عقیده توحید دعوت داده، بله در نحوه تطبیق عملی اختلافات وجود داشت، اما او سبب تفاوت شده نمیتونه. پس دین انبیاء علیهم السلام یک دین بوده و برای هر طایفه امی پیامه ما داریم که و نحن له مسلمون، ما خاص برای الله تسلیم شونده هستیم، ما در مقابل نظام الله هیچ نوع سرکشی نداریم، چرا که نظامی که الله تعیین کرده برای بندگان خود در دنیا او عبارت از تسلیمی به حکم الله متعال است. در هر زمان که باشه و هر پیغمبری که آمده باشه فرقی نمیکنه که کدام پیغمبر است. پس این تعریض بود بالای اهل کتاب، که اهل کتاب با وصفی که در کتابایشان این گپ برش واضح بود که دین اسلام است و تفاوتی نداره، لیکن نظر به تعصب و نعوذ بالله زدبازی و لجاجتی که داشتن از او ابا و انکار کردن. قرآن کریم در این جمعی فرماید الله متعال در کتاب خود
که اینمی مردمایی که غیر از اسلام دین و نظام دیگری را برای خود انتخاب میکنه، این در آخرت خیلی تاوانی است. چرا؟ محنت و زحمت کشیده، مصرف کرده انرژی خود و کوشش کرده به خاطر حاصل کردن و دین عملی کردن و حق شناختن و دین. چرا هر گروه باطل در تلاش عزیزته که امو آینه کی پیروی میکنه او را به مردم حق جلوه بده و ای ثابت بکنه که بله ما در راه درست هستم. الله متعال میگه حالان که این مردم ها سخت توانیست در دنیا تلاش زیاد کردن که دینشان سبب نجاتشان شوه، مورد پذیرش مردم شوه، اما این دین نبوده. چرا؟ دین فقط پیش الله متعال اسلام است، تسلیم شدن به نظام و آینه که الله متعال تعیین کرده. پس معلوم شد مؤمن اگر هر قدر تحولات سرش میایه، چون منظورش تسلیمی به حکم الله متعال است، اگر هر پیغمبر بر ما تعیین میکنه و پیغمبر است ما از او پیروی میکنیم. اگر موسی علیه السلام زنده باشه، اگر عیسی علیه السلام زنده باشه، هر کدامش که زنده بود در وقتش بعد از او پیروی میشود، تا که امی مرحله را الله متعال تکمیل به امرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد و فقط یگانه نظامی که به نزد الله قبول است اسلام است. عالی به نام یهودیت، نصرانیت یا هر نظام دیگری که کسی از او پیروی میکنه و او را حق میدانه، گپش غلط و نادرست است، بلکه به نزد الله متعال مقبول نیست. از امو خاطر است که امروز یک سلسله گپا پیدا میشه، خصوصا کسانی که متاثر از دنیای غرب است، اینجا که میان میگه به الله خدا برسان، به هر رایی که میرسانی، فرق نمیکنه که این دوستی اگر یهود استی اگر نصارا استی. گپ قطعا غلط است. چرا؟ یگانه راه رسیدن برای الله متعال فقط در نظام و آیین اسلام است، در کدام چیز دیگری نیست. چرا؟ الله متعال اینجا رد میکنه که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، کسی که غیر از اسلام دین دیگر طلب میکنه هرگز از او قبول کرده نمیشه. پس کسایی که پشت نظام دیگه میره اینا درست است. این موضوع اگرچه در مرتبه دین با امرای اهل کتاب مورد جر و بحث شده، عالی در مستوای مسائل فرعی ما و شما هم امی گپ وجود داره. ما شعار ما چیست؟ تسلیمی به کتاب الله و سنت رسول الله. پیش ما آرا و نظریات مردم یا علما قابل چی نیست. ما مراجعه به کتاب الله و سنت رسول الله میکنیم. بله سخن کدام عالمی که موافقت با کتاب الله و سنت رسول الله داره به سر دیده ما قابل قدر است، احترام برش قائل هستیم، اما هرگاه سخنشان مخالف بیه این قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر که ما مامور به شدیم که تسلیم به حکم الله باشیم. الله ما را این حکم کرده. در او زمان یهود و نصارا اینمی قسم برشان دعوت داده میشد که بیه که تسلیم شویم به حکم الله، ولی تنها به زبان نی، عملا دیده شد که راستی ما تسلیم به حکم و نظام الله هستیم. اما امروز هم اینمی قسم با هر برادر مسلمان خود آدم گفته میتونه، هر کدام میگه نی فرقی ما حق است، فرقی ما حق است، هر کدام دعوا داره. اما حق کدام است؟ حق است که الله فرموده، حق است که پیغمبر الله فرموده، بیه که بی تسلیم شویم. نه کتاب احمد، نه کتاب محمود، نه کتاب فلان، نه، بیه که به کتاب الله رجوع، نه رأی احمد، نه رأی محمود، نه رأی فلان، به رأی رسول الله صلی الله علیه وسلم که پیغمبر از عقل خود نمیگه، بلکه و ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آسان گپ است، در اون جام است. در دیگه آیت و میفرماید فإلهکم، پس از این آیت معلوم شد که اسلام عبارت است تسلیم شدن است به احکام الله متعال. در دیگه جای میفرماید در سوره حج و آیه 34 فإلهکم اله واحد فله اسلموا، اله شما اله واحد است، برای از او شما چی بکنید؟ تسلیم کنید خدا. الله متعال می فرمه و بشر المخبتین، پیغمبر علیه السلام بشارت بده کسایی که تابعدار است. مخبت کسایی را میگه که تواضع میکنه، خدا کم می شماره، بلند نمی شماره، خدا تکبر نمی کنه. اصلی گبیج است. الله متعال در اینجا بیان میکنه که ما برای هر امت یک قربانگاهی را جور کردیم که در اونجا یا باید نام الله را سری در وقت ذبح بگیره. اینمی قسم اینطور نیست که این در یک امت خاص باشه، بلکه الله راه عبادت برای امتهای سابقه هم ساخته، برای شما هم ساخته، که یکی از جمله عبادات الله متعال ذبح حیوانات است، اما به نام الله متعال، خصوصا در ایام حج. مراد از منسک در این آیت قبل از این ذکر شده، مراد از این منسک جاهای عبادت هم میگه گفته میشه و خصوصا قربانی در اینجا مراد است، به خاطر که در آیت الله متعال یادآوری نام الله را گفته در وقت ذبحش. در اینجا الله متعال میگه که فإلهکم اله واحد،
معبود بر حق شما یک الله است، کسی دیگری الله شده نمیتونه. پس وقتی که معبود بر حق یک الله است، همه انعامات از جانب الله، فرمان روایی تنها از الله میچله، باید شما فقط خود بسپاری به الله متعال. سپردن ای را میگه که کدام حکم الله براتون میکنه امور را بپذیره. اینجا عقل نمی جنگانه. اکثر مردم امروز شاید پیدا شوه که وی یک خانه گلی را در پشت سرش طواف چرا بکنیم؟ در صفا و مروه گردش چی مفهومی داره؟ شیطان زدن چیست؟ امو جمره زدن ای چی مفهوم داره؟ در عرفات استاد شدن چی مفهوم داره؟ اینقدر مالای زیاد در حالی که اون مردم خیلی زیاد مالدار است، فقیران وجود نداره در اونجا، چرا این کشته شوه؟ سوالات خیلی بس بزرگی پیدا میشه در فلسفه حج. دشمنای دین از این امین و شبهات کار میگیره و همه قسم سوالا را میکنه. قرآن کریم کلی گفاره در یک کلمه خلاصه میکنه، فالهکم اله واحد، معبود شما یک الله هست. پس الله هست، معبودی بر حق است، تو خدا به او تسلیم کرده ای، فله او اسلیمو، بله برای از او تسلیم شوی. چیزی که فرمان میده عقل جنگی نکن. تو در ظاهر برات یک کار نعوذ بالله ناگوار معلوم میشه، اما در حقیقت او بسیار گوار است. یکی از گواراییش اینمیسته که اینمینجا پیروی عقل نمیشی، پیروی نقل میشی، پیروی الله متعال است. اینینجا امتحان میدی که یا الله ما واقعا تسلیم استم. عقل نمیگه لیکن چون که ما به تو تسلیم هستم انجام میدم. فلهو اسلمو و بشر المخبتین، کسایی که فروتنی میکنه، تکبر نمیکنه، خدا کلان نمیتراشه، الله متعال پیغمبر علیه السلام میگه که اینمی مردم ها را بشارت بده. معلوم شد که میدان از کسانی هستن که تواضع میکنه، خدا کلان نمیتراشه. همیشه اگر کسی عالمی برجست است، کسی است که متواضع است. اگر کسی در بین مردم محبوبیت داره، امو کسی است که متواضع است. کسی که کمکی کبر داشته باشه، قدرت الله متعال است، نه مخلوق او را دوست داره، الله قطعا او را دوست نداره. از امو خاطر است تواضع یا فروتنی یکی از جمله اسبابی است که سبب رفعت درجه انسان میشه، سبب قبولیت انسان در بارگاه الله متعال میشه. آدم علیه السلام چقدر فروتنی کرد و ابلیس لعین چقدر تکبر کرد. در اینجا و اسلیمو مانا است که شما به الله خود تسلیم کنید. به الله تسلیم شدن امی دین است، امی نظام است که به نام اسلام یاد میشه. و می فرماید در سوره آل عمران آیه 20 باز که وقل للذین اوتوا الكتاب والامیین، بگوی پیغمبر علیه الصلاة و السلام به او کسانی که چی هسته کتاب برشان داده شده و او کسایی که امیین هسته، با هر کدامشان بگوی چی را بگوی؟ برشان بگوی اسلمتم شما و الامین، کسایی که امیستا نوشتن و خواندن نمیتونه، برای ازوان بگوی که مراد از پیش اهل مکه است. اسلمتم، آیا شما اسلام آورده، یعنی خدا به الله متعال تسلیم کردی یا نه؟ ای را از پیششان سوال بگو. اگر یا گفتن که بله ما تسلیم شدیم، فین اسلمو فقد اهتدوا، در صورتی که خدا به احکام الله تسلیم کرده باشه سراسر، این میسته که یا راهیاب هستن، در غیر از این راهیابی وجود نداره. پس معلوم شد که الله متعال راهیابی را منحصر در تسلیم شدن به نظام الله کرده. هر کسی که به نظام الله تسلیم است او راهیاب است، در غیر از او راهیابی برش نیست. بعد از او چی میفرمایه؟ بعد از او میفرمایه و ان تولوا، اگر وا اعراض میکنه چی نمیپذیره، خدا به الله تسلیم نمیکنه دیگه، فانما علیک البلاغ، سر تو فقط رساندن است، مسئولیت تو ادا شد. والله بصیر بالعباد، الله بالای بندگان خود خوب بینا هست. در اینجا الله متعال میفرماید که بگو برای کسانی که کتاب برشان داده شده و قل للذین اوتوا الكتاب، بگو برای کسانی که کتاب برش داده شده، والامیین، به کسانی که ناخوانده نانویسنده هستن که اهل چیست؟ مکه یا کفار مکه است. چرا وا کتاب و یپا امرایشان موجود نبود؟ فقط برای ازا پیام است که آیا شما تسلیم میشه به نظام الله متعال؟ اگر تسلیم شدن راهیاب شدن، بس اینجا فرقی نداره که فلان از کجاست، فلان از کجاست، دین اسلام همه گیره میپذیره، تفاوتی وجود نداره. گبد تسلیم شدن است. معلوم شد که هر قدر با الله متعال تسلیم هستی اما قدر مرتبت بالاست. بعد از الله متعال میفرما اگر نیکی اعراض میکنه، خدا تسلیم به نظام الله نمیکنه،
پیغمبر علیه السلام الله تسلی میده بالای تو فقط رساندن است، راهیاب شدن از یا یار عذاب دادن یا ندادن کاری تو نیست، تو مسئولیت خود ادا کرده باش. در اینجا گپ دیشته که الله متعال پیغمبر خود مکلف به این میسازه که تو برش امی پیام برسان که دین ما اسلام است، فقط نظامی که ما پیروی میکنم تسلیم شدن به الله متعال است و یو امری است که پیغمبران شما امی گپ برتون آورده بود، باید بود تسلیم شویم کلام الله را بپذیریم. خلاص ما به خود دعوت ندادیم که نعوذ بالله ما معبود باشم، به الله دعوت دادیم، خلاص مسئولیت خود ادا کردیم. بعد از او اگر نیکی نمیپذیره بس سری تو رساندن بود و الله چیست بصیرم بالعباد، الله بیننده است بالای بندگان خود. حالات از یار مراقبت میکنی طور نیست، چند روزی که انسان خوب کوش عیش میگذره یا کشوفش زندگیش خیلی برابر میباشه یا ناز و نزاکت برش پیدا میشه، به این فریب نخوره. الله متعال کل حالات انسان مراقبت میکنه، مطابق از او فیصله میکنه. پس در این صورت که حجت سر تمام شد، چرا پیغمبر الله متعال پیغمبر مکلف کرد که تو با دلایل، با استناد از دلایل و منطق عقیده توحید و نظام الله را تشریح کن به مردم و بگو که اصل نام دین ما، روح دین ما و جوهر دین ما فقط تسلیم شدن است، به الله خود سپردن است. اگر این را پذیرفتن خلاص یا راهیاب استند، غیر از او راهیابی نصیب کسی شده قطعا نمیتانه. از امو خاطر است تو مسئولیت خود ادا کردی. بعد از الله متعال میبینه حالات هر کسه که کدام نفر کدام طرف رفان است و چی میکنه، این کار الله متعال است. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جانان روان فل ارمان نوت غم مدينه كي جبرائيل خيجي اسمان نوت تورا دنيا تورا جانان روان خپل ارمانونو ته غم په مدینه کی جبرائیل خیژي اسمانونو ته غم په مدینه کی بلال اذان کوي منبر باندې پسل گو سل گو ہے خلق را غوار